با سلام و درود به همه شما عزیزانی که کانال پخت و پز را همیشه دنبال میکنید. من افشه سیف هستم، با یه آموزش دیگه با شما دوستان و همراهان همیشگی خواهم بود. دوستان عزیز، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید، به دوستان خود معرفی کنید و برای حمایت از ما ویدیوها را لایک کنید. زنگوله را فعال کنید که همیشه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. امیدوارم از این آموزش لذت ببرید. دوستان عزیزم، با آموزش گل پیونی در خدمتون هستم. ابتدا کمی از خمیر رو سبز کنید، به شکل اشک کوچک درست کنید، سر اشکم تیز کنید. با خمیر صورتی کم رنگ یا بدون رنگ گردی به اندازه گردو درست کنید. کمی روی خمیر رو آب بزنید یا کمی خمیر رو رقیق کنید و روی گردی بزنید. بعد پرچم ها رو روش بچسبونید. خمیر رو کمی زرد کنید و بعد رقیق کنید داخل قیف ریخته. سر قیف رو یک برش کوچک بزنید و مرکز گل به صورت پرچم پایپ کنید، همینطور مانند فیلم که میبینید. اگر دیدید که خوب به مرکز نچسبید، کمی خمیر رو رقیق تر کنید، روی گردی بزنید تا حالت مرطوب بشه و راحت تر بچسبه. شما باید مرکز گل رو پر از پرچم های زرد کنید تا وقتی که گل برگ ها رو روش میذارید اون مغزی گل نباید دیده بشه. اگر پرچم هاتون کوتاه بلند شد اشکالی نداره و طبیعی تر دیده میشه. همینطور که میبینید هنوز نیاز هستش که به این قسمت من پرچم اضافه کنم. در ادامه شما به ابزار برای درست کردن گل پیونی نیاز دارید. کاتر گل پیونی، وینرش، سنبه و همینطور خمیر صورتی یا هر رنگی که دوست دارید. خمیر رو کمی با بردنه باز کنید. خمیر لوبیا خمیر نرم و لطیف است و وقتی خوب عمل بیاد چسبندگی نداره. خمیر خوب باید حالت کشسانی داشته باشه. وقتی که خمیر رو خوب با بردنه باز کردید، با کاتر سایز کوچیک 10 تا گلبرگ بزنید. بعد که قالب زدید، خمیر اضافی رو جمع کنید، گلبرگ‌ها رو روی فوم پد گذاشته و سر گلبرگ‌ها رو با سنبه خوب نازک کنید. هرچه نازک‌تر کنید، گل طبیعی‌تر خواهد شد. زمانی که گلبرگ‌ها رو سنبه زدید، حالا وینر کنید. اگر از وینر گل پیونی استفاده می‌کنید، خیلی بهتره. اگر نبود، با ابزار و بدون وینر هم می‌تونید روی گلبرگ‌ها خط و تر بندازید. گلبرگ‌ها رو روی وینر بذارید، چون شیارهای این گل کمی عمیق هستش. فشار دست کمتر باشه تا خمیرتون پاره نشه. روی فوم خوشگون بذارید تا کمی حالت بگیره و خوش بشه.
دوستان عزیز، در ادامه وقتی که گلبرگ حالت گرفت روی مغزی گل بچسبونید. ابتدا سه گلبرگ کوچک رو بچسبونید، انتهای گلبرگ کمی آب بزنید و دور مغزی بچسبونید. گلبرگ رو وقتی میذارید اون مغزی گل نباید دیده بشه و کاملا با پرچم پوشیده شده باشه. دور اول سه گلبرگ که زدید، دور دوم هم سه گلبرگ باید ما بین گلبرگ های دور اول بزنید. انتهای گلبرگ رو کمی آب بزنید و همون قسمت که آب زدید با دست فشار بدید تا خوب به مغزی بچسبه. ردیف سوم باید 4 گلبرگ بزنید. بازم تاکید میکنم انتهای گلبرگ فشار بیارید تا بچسبه. وسط و بالای گلبرگ کاملا باید آزاد باشه و با گلبرگ های دیگه فاصله داشته باشه. سه دور اول با کاتر سایز اول بود. حالا دوباره خمیر رو باز کنید و با کاتر سایز دوم به اندازه 15 تا گلبرگ قالب بزنید. روی فوم پد بذارید، سنبه بزنید و اینر کنید و روی فوم خشک‌کن بذارید تا کمی هوا بخوره و حالت بگیره. وقتی که این گلبرگ ها کمی خشک بشن شما خمیر رو کمرنگ تر درست کنید. برای کمرنگ تر شدن خمیر کمی خمیر صورتی رو با خمیر بیرنگ مخلوط کنید، کاملا ورز بدید تا مخلوط بشن. بعد خمیر رو باز کنید و با کاتر سایز سوم 6 گلبرگ قالب بزنید و مانند مراحل قبل انجام بدید. وقتی بینر زدید به مدت 15 دقیقه اجازه بدید هوا بخوره و بعد روی خشک‌کن نیم دایره قرار بدید تا حالت بگیره. اگر خشک‌کن نیم دایره ندارید از این قالب‌های دسر یا شکلات نیم دایره یا حتی فویل رو به صورت نیم دایره کنید و خمیر رو روش بذارید تا کاملا هوا و حالت بگیره. وقتی گلبرگ ها آماده شدن انتهای گلبرگ آب بزنید و دور گل بچسبونید. اگر قد گلبرگ بزرگ است انتهاش رو کمی با قیچی ببرید. در این دور شما باید 5 گلبرگ بزنید.
وقتی گلبرگ‌های ساز سوم حالت گرفت و کمی خوش شد، انتهاش اگر بلند بود کمی کوتاه کنید. بعد با آب یا چسب به دور گل بچسبونید. دور هفتم 5 گلبرگ و برای دور هشتم 6 یا 7 گلبرگ نیاز هست. در این مرحله چون گلبرگ ها کمی خشک‌تر است و چسبندگی نداره، باید وقتی که آب میزنید کمی بیشتر با دست نگه دارید تا خوب بچسبه. بازم تاکید میکنم که انتهای گلبرگ رو باید با دست نگه دارید. اکنون دور هشتم رو میذارم و مابین گلبرگ‌های دور قبل باید بچسبونید. در انتهای کار شما میتونید با دستمال کاغذی برای گل تکیگاه درست کنید تا گلبرگ‌ها و گل به همون حالتی که میخواین حالت بگیره و خشک بشه. آموزش گل پیونی به پایان رسید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید و تا آموزش بعدی شما عزیزان رو به خدا میسپارم.